یک روز بعد از حمله جاپان بر پر هاربر در هفتم نوامبر 1941 رئیس جمهور فرانکلین روزولت آن را یک روز ننگین خواند. اکنون پنج سال بعد از آن رویداد شنزو آبی همراه با رئیس جمهور اوباما روز سه شنبه بازدید تاریخی را از ساحه به عمل آوردند که آرامگاه اکثریت قربانیان است بار دیگر با همه احساسم که به صدای امواج به هر و وزش نسیم گوش می دهم تقریبا صداهای قربانیان را هم مشنوم برای ادای احترام به آبده تاریخی کشتی اریزونا که در جنگ غرق شد صدر ژاپن اظهار همدردی نموده و یک وعده سپرد ما هیچگاه نباید وحشت جنگ را تکرار کنیم این تعهد است که مردم ژاپن اتخاذ کرده است بازدید آقای ابه هفت ماه بعد از بازدید رئیس جمهور اوباما از هیروشیما صورت گرفت جایی که ایالات متحده بم اتم پرتاب کرد که منجر به کشته شدن ده هزار نفر در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم گردید آبی اوباما از گذشته کشورش عذرخواهی نکرد در عوض وی تلاش های یارات متحده را برای بهبودی روابط از زمان جنگ به دین سو برجسته ساخت رئیس جمهور اوباما نیز بر اهمیت مصالحت تاکید نمود جنگ ها پایان می یابد بدترین دشمنی ها می توانند به قوی ترین دوستی ها و اتحاد مبدل گردند پیامد صلح همیشه از زشتی های جنگ برتری دارد بازدید صدر جاپان ژاپن از پرل هاربر واکنش چین را همراه داشت سخنگوی وزارت خارجه چین گفت تکرار چنین اقدام زیرکانه جاپان مصمر واقع می گردد. نموشان. می خواهم تاکید کنم که در آن سالها ژاپن جنگ و تجاوزات را علیه چین و کشورهای همسایه انجام داد مصالحه بین متخاصم و قربانی به اساس اعتراف عمیق، صادقانه و مکرر واقعیت از جانب متخاصم ایجاد شده می تواند. آلفرد رادریگز یک نجات یافته حمله پرل هاربر می گوید خوشحالم که اینجا آمده تا نشان دهد ما هم اکنون جو هستیم ما کار را انجام می دهیم که باید انجام می دادیم و آنها کار می کنند که باید می کردند. با این حال سفر آقای آبی به پرل هاربر یا دهانی از مبدل شدن دشمنان دیرینه به متحدین قوی می باشد که اکنون به یک آینده نامعلوم در ماه آینده بعد از روی کار آمدن اداره جدید در واشنگتن روبرو خواهد شد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.